از کوچه رندان درباره زندگی و اندیشه حافظ نویسنده دکتر عبدالحسین زرینکوب کوب تهیه شده در بنیاد آینه عشق کدام عشق؟ اگر بعد از قرنهای دراز که از خاموشی حافظ می صدای او که از کوچه رندان برمی آید، هنوز تمام ضعف و عظمت انسانیت را منعکس می کند از آن روست که پیام او پیام عشق است عشق که در اندیشه او تمام انسانیت را خلاصه می کند تمام جهانبینی حافظ در واقع بر عشق مبتنی است بر مفهوم از خود رهایی که عشق خود جز آن حاصلی ندارد همین قوت و وسعت تجربه قنایی شاعر بود که بعدها در اروپای رومانتیک از یک سو گوته شاعر آلمانی را واداشت در وجود وی به یک حافظ مقدس سلام دهد و در دیوان شرقی قرب پیروی از شیوه او را آرزو کند و از سوی دیگر ژان لاهور شاعر فرانسوی را وادار کرد تا در مجموعه پندار او را همچون روح سوزنده و بیقراری به ستایت که تشنه عشق بود و لذتی برتر از درد عشق نمی شناخت. بدون تردید عشق و تجربه قنایی بارزترین جنبه تفکر حافظ به شمار است و سایر جنبه های تفکر او نیز با همین رشته مضمون با یکدیگر ارتباط دارد به علاوه وقتی حافظ از عشق سخن میگوید هیچ چیز کمتر از یک تجربه شخصی در صدای او انعکاس ندارد و شک نیست که آنچه در این زمینه ورای تجربه شخصی اوست نیز باید از مطالعه و تحقیق در سخنان اهل حکمت و عرفان ناشی باشد. از این روست که زندگی درونی او در قلمرو ذوق و دنیای عمل هر دو با عشق ارتباط می‌یابد و منتقد اگر بدین هر دو نکته توجه نکند نمیتواند در عمق اندیشه و زندگی او به درستی نفوذ کند درست است که خود او ورای تجربه شخصی از اینکه با فکر و دانش مشکل عشق را حل کند خیشتن را معیوس نشان می دهد و حل این نکته را مربوط به امری می داند که نه در حوصله دانش ماست لیکن از همین اظهار عجز او پیداست که ورای تجربه شخصی از راه دانش و اندیشه هم می بایست در صدد حل اسرار عشق برامده باشد و شک نیست که او یگان متفکر دنیای خیش نیست که درباره عشق به تحقیق و نظر پرداخته باشد چرا که این بحث در دنیای اسلام سابقه ای طولانی دارد و حتی حدیث هست که هر کس عشق ورزد و پاک دامنی جوید و راز خیش هم پنهان دارد و بمیرد شهید است. و نیز حدیث هست که در قیامت انسان با آن که دوست دارد خواهد بود و هم حدیثی هست در این باب که خداوند آنان را که به جای یک دیگر دوستی میورزند در قیامت در سایه خیش پناه میدهد. همچنین از سخنانی که مسعودی از جمله اقوال معتزله در این باب نقل می کند پیداست که در دوره خلافت هارون دنیای هزار و یک شب از همان آغاز گیر و دار مجادلات معتزله نسبت به عشق که محرک بسیاری از ماجراهای افسان آمیز و نهانی بغداد خلیفه بوده است نمی توانسته است بی تفاوت مانده باشد. از رساله جاهز درباره عشق و زنان از کتاب و زهره محمد ابن داوود اصفهانی درباره احوال عشق و عاشقان از رساله ابن سینا راجع به عشق از آنچه در رسالات اخوان و صفا در باب عشق هست و همچنین از نامهایی که در کتاب الفهرست ابن ندیم در این باب آمده است می توان دریافت که از قرنها قبل از حافظ عدب دنیای شرق تا چه حد با مباحثی که با عشق و عاشقی مربوط است آشنایی داشته است و حتی یک اثر معروف ابن حزم اندلوسی نامش توقل حمامه به احتمال قوی در پیدایش آنچه در اروپای قرون وسطا به نام آداب عشق و عاشقی خوانده می شده است و در ترانه های خونیاگران دروگرد آن ایام منعکس بوده است تأثیر داشته است. رساله ابوالحسن ادیلمی به نام عطف المعلوف هم که بیشک در روزگار حافظ در شیراز مشهور بوده است و اینکه یک اثر دیگر همین معلف در سیرت استادش ابو عبدالله ابن الخفیف نیز در همین سالها در شیراز از عربی به فارسی نقل شده است این ادعا را تأیید می کند نشان می دهد که در شیراز عهد حافظ آنچه امثال افلاتون و ارستاتالیس و جالینوس و قلادیوس و بقرات و دیگران در باب عشق گفته بودند در نزد ادبا و اهل عرفان ناشناخت نبود و اگر حافظ در باب عشق از روی تحقیق هم به بررسی پرداخته باشد بعید نیست که با این گونه اقوال آشنایی حاصل کرده باشد. به علاوه در ادبیات ایران عشق در شعر کسانی چون سعدی و مولوی و عطار و عراقی و سنایی درخشندگی و جلایی خیرگر یافته است و حافظ که با آثار آنها و شاید نیز با آنچه در سوانه احمد غزالی و ابهر العاشقین روزبهان و لمعات فخرالدین عراقی در باب جنبه عرفانی عشق هست آشنایی داشته است نمی توانسته است در یافت کار را نیز در باب عشق و عاشقی بر تجربه شخصی خود نیافزاید. ادب صوفیه که حافظ به نحو بارزی با آن پیوند آشنایی داشت سراسر عبارت بود از اسرار عشق و عاشقی درست است که عشق صوفی غالبا فقط متوجه حق به نظر می رسد و در نهایت آن بین عاشق و معشوق گهگاه چنان پیوستگی و یگانگی هست که منی و تویی هم در آن نمی گنجد و پاره ای وقت ها نیز چنان دوگانگی و جدایی ظاهر می شود که جز با فنای کامل وجود عاشق امکان هیچ نوع اتصال در آن به تصور در نمی آید اما بیان این عشق در شعر صوفیه و در شطحیات آنها چنان است که این عشق را گهگاه جز به عشق انسانی تعبیر نمی توان کرد به علاوه عشق انسانی و التزاز از جمال ظاهری نیز برای بعضی از صوفیه مقدمه وصول به عشق الهی و وسیله لذت از جمال غیبی تلقی می شده است نه فقط از لحاظ اخلاق که عشق را بوته امتحان و مایه تزکیه نفس و رهایی از خودخواهی و تمرین ایثار و غیرپرستی می کند بلکه نیز از لحاظ تجربه ذوقی و زیبا شناخت که ادراک حسن و جمال ظاهری و التزاز از مظاهر زیبایی ذوق صوفی را جلا می دهد و وی را مستعد می کند برای ادراک لطایف حسن و جمال غیبی از این رو بود که صاحب دلان به هر دو نوع عشق الهی و انسانی اهمیت می داده اند. و از این روست که ادب صوفیه در آگنده است از عشق و تجربه عاشقی حافظ نیز همچون وارث سنتی پرمایه با این تجارب صوفیه و هم با اقوال حکما و ادیبان در باب عشق آشنایی داشت و عجب نیست که مخصوصا نشان اندیشه صاحب دلی چون شتاه بزرگ شیراز روزبهان بغلی که چند سالی قبل از ولادت سعدی رساله ابهرالعاشقین را نوشت در کلام او به نحو بارزی پدید آمده باشد درباره ارتباط او با روزبهان که بیش از یک قرن با حدود ولادت وی فاصله دارد احتمال آن که حافظ به سلسله ای که منصوب به روزبهان خوانده شده است منصوب باشد ممکن هست به خاطر پژوهنده‌ای بیاید اما هیچ برگه ای که آن را تأیید کند و مایه اطمینان مورخ باشد در این باب در دست نیست حتی وجود سلسله ای هم به نام روزبهانیه در عصر حافظ مسلم نیست و آنچه روبیدی و سودی در باب چنین سلسله ای گفته اند نیز درست به نظر نمی رسد و قبول آنها دشواری ها دارد بسیار در عین حال اگر در کلام حافظ عشق مفهوم دوگانه ای دارد و دائم بین آنچه عشق مجازی نام دارد و آنچه عشق الهی خوانده می شود نوسان پیدا می کند ناشی از این نکته است که برای وینیز نیز مثل روزبهان مجاز پلی است که واقعیت محسوس را با حقیقت معقول ارتباط می دهد. اگر شیخ شتاه خاطر نشان می کند که عشق به هر حال که پدید اگر طبیعیات و اگر روحانیات را باشد در مقام خود محمود است زیرا که عشق طبیعی منهاج عشق روحانی است و عشق روحانی منهاج عشق ربانی حافظ نیز غالبا میکوشد تا ما را مطمئن کند که عشق انسانی هم مثل عشق الهی است آنچه در خرابات رندان هست با آنچه در خانقاه صوفی است هیچ تفاوت ندارد چنان که مسجد و کنشت نیز هر دو جلوگاه یک معشوق است و در تمام احوال و عوالم هر جا که هست پرتو نور حبیب هست و البته کسی که در قید تعلقات حسی نماند در مظاهر هم متوقف نمی شود و با عشق بزرگتر سر و کار پیدا می کند در آن سوی مظاهر در حقیقت آن عشق هم که حافظ مثل تعدادی از عارفان آن را مایه کمال انسانیت می داند و رنگ خاصی به غزل عرفانی نه غزل عادی او نیز می بخشد عشق یک روح قریب یک روح دور افتاده است که برای بازگشت به موتن اصلی و برای اتصال به معشوقی که وی همچون تبعید شده ای از او جدا افتاده است هیجان و اشتیاق دارد چون این اتصال هم که هدف عارف است و مخصوصا در نینامه مولوی با شور و نوایی خاص و مؤثر مجال بیان دارد فقط از راه عشق دست می عارف در هر جا نشانی از زیبایی می آن را همچون جلوه ای از وجود معشوق موضوع عشق و اشتیاق خیش می شناسد. از اینجاست که عشق انسانی برای حافظ نیز مثل روزبهان همچون پلی به نظر می رسد که به عشق الهی راه می نماید. درست است که عشق به مظاهر در نزد وی نیز مثل عراقی و اوحد و دین کرمانی گهگاه به صورت اظهار علاقه به همجنس تظاهر می کند اما این گرایش به جوانان نوخت در قزل وی و در تمام آنچه تقزل و تشبیب خوانده می شود بیش از آن که حاکی از یک نوع انحراف جنسی باشد حاکی از یک نوع سنت ادبی است که تقزل به یاد پسران را در جامعه بسته قرون وسطایی برای عامه تحمل پذیرتر تر می کرده است از اینکه نام سرپوشیدگان حرمهاشان بر زبانها بیفتد و در هر حال به نظر می آید که قسمت امده از این اظهار عشق به پسران ناشی از نوعی سنت ادبی باشد که شیوه بیان قزل سرایان فارسی زبان را از گویندگان دیگر مشخص می کرده است. در واقع از قرنها قبل از حافظ سنت ادبی در شعر فارسی اقتضا کرده است که در شعر عاشقانه عاشق و معشوق هر دو مرد باشند و ممکن هست که حافظ در این گونه اشعار بیشتر همین سنت شاعرانه را منعکس کرده باشد. در جامعه اسلامی آن روزگاران اشاره به نام زن و اظهار علاقه به یک زن غریبه که محبوبه شاعر و نزوجه او باشد چنان قریب به نظر می آمد که حتی ابن عربی یک قرن قبل از حافظ مجبور شد مجموعه اشعار عاشقانه ای را که تحت عنوان ترجمان الاشواق برای یک زن ساخته بود با تعویل های عرفانی از آنچه ظاهر آن اشعار اقتضا داشت به معانی دیگر بازگرداند تا عرضه خشم و پرخاش و بدگمانی نشود. در هر حال اگر در جامعه شیراز عهد حافظ آنگونه که مخصوصاً از جای جای لطایف عبید و از احوال کمال خجندی و دیگران برمی آید هم جنس گرایی هم رواج دارد این را نمی توان نشانی گرفت بر این که ذکر نام شیرین پسر و شیرین پسران در کلام حافظ هم حتما باید برگه ای تلقی شود در اثبات همجنسگرایی او. چرا که انعکاس این گونه افکار در باب عشق به مظاهر در قزل صوفیه و غیر صوفیه از قرنها پیش از حافظ به قدری رایج بوده است که تشبیب مذکر از دیرباز جزو مزمونهای عمده سنتی شعر محسوب می شده است و در سراسر دوران ادبیات گذشته اجتناب ناپذیر ممکن هست که ذکر این الفاظ در عین حال حاکی از این گونه تمایلات در بین بعضی از آنها باشد لیکن در جامعه اسلامی نمیتوان به مجرد این گونه اعتراف ها حکم به همجنسگرایی و انحراف جنسی کسانی کرد که مردم از روی آنچه در قرآن در باب آنها آمده است در حق آنها اعتقاد دارند که آنچه گویند نه آن است که در فعل آرند. نزد حافظ عشق به هر صورت که هست مایه کمال انسانی است چرا که انسان را با معشوق وی پیوند روحانی می دهد و چون عاشق وجود معشوق را با همه کائنات برابر یا خود از همه کائنات برتر مییابد پیوندی که از راه عشق با معشوق حاصل می کند چنان است که او را با تمام کائنات با تمام آنچه ماورای کائنات و با تمام آنچه برتر از کائنات تصور می شود پیوند می دهد. وجود او را در ماورای خود وسعت و افزونی می بخشد. که می تواند شک کند که این احساس فزونی، احساس بالندگی و احساس فزایندگی عاشق می تواند منشأ لذتی باشد که در عشق عرفانی حاصل می شود و حتی عشق انسانی و طبیعی را که مربوط به مظاهر جمال است نیز می توان با همین نکته توجیه و تبیین کرد؟ به علاوه عشق حتی عشق جسمانی و مجازی از آنجا که راه به خیر دارد و در هر حال به نحوی سبب تزکیه نفس و آمادگی آن برای رهایی از خودپرستی می شود، نمی تواند شر و گناه تلقی شود و از اینجاست که در مورد آنچه بیدردان در ملامت اهل عشق می گویند، حافظ با انکار و بی میپرسد اعتبار سخن عام چه خواهد بودن؟ نقش عشق را در تصفیه اخلاقی بدون شک باید با اهمیت تلقی کرد چرا که ظاهرا امثال حافظ و شاید عراقی و روزبهان نیست آن را بیشتر از مقوله آن امری تلقی می کرده اند که در زبان ارسطو کسارسیس نام دارد و شاید این نکته که اینان درد عشق را از طبیبان مدعی نهفته می داشته اند و کتمان عشق را غالبا شرط عشق واقعی می اند و آن کس را که عشق خیش پنهان دارد تا در آن بمیرد به موجب یک حدیث پیغمبر شهید میشمردند شه ناشی از همین باشد که این پنهانکاری مایه تصفیه قلب می شود و آنکه میگوید هر که عاشق نشد پاک نشد و هر که عاشق شد و عشق خود را آشکار گردانید پلید بماند و پاک نشد از جهت آنکه آن آتش که از راه چشم به دل وی رسیده بود از راه زبانش بیرون کرد آن دل نیم سوخته در میان راه بماند از آن دل من بعد هیچ کاری نیاید نه کار دنیا و نه کار اغبا و نه کار مولا به همین نکته نظر دارد شاید نیز به خاطر نوعی پنهانکاری بوده است که اینان عشق خود را برای آن که موضوع و ماهیت آن از بلفزولان پنهان بماند عمدن منصوب به پسران پسران بینام و نشان که احوال آنها غالبا تعبیری از آن چه شخص نامتعین خوانده می شود به شمار تواند آمد می کنند. به علاوه اینکه که عرفا گهگاه عشق را دام بلا بوته امتحان و مایه تصفیه دل و جان خانده اند، فقط از این روست که مقاومت در برابر جاذبه آن دشواری دارد و به قول ابو حمزه بغدادی مشاهده آنچه مطلوب است و در عین حال محذور نوعی ریاضت محسوب است که آن میل و طلب را از بین میبرد، بلکه چون عشق انسان را به غیر پرستی می خاند، خودخواهی را در وی مهار می کند و از دد خودپرستی که در نهانگاه وجود وی هست انسان واقعی می سازد و آنچه حب عذری عشق آمیخته با افت که با رازداری و خاموشی و مرگ و سوگ هم پیمان است را امری شریف و در واقع همپایه فرجام یک شهید واقعی می کند همین نقش اخلاقی است که در عشق هست. معهازا حافظ نه فقط درباره عشق الهی که موضوع قزلهای ارفانی اوست بلکه در مورد عشق انسانی هم که شاعر در قالب قزلها آشکارا از لب لعل و خط زنگاری معشوقان جسمانی و مادی صحبت می کند نیز خاطر نشان می کند که اشقوی با خط مشکین معشوق امروزی نیست و آن را همچون امری که به یک سابقه ازلی ارتباط دارد جلوه می دهد.